مجددا شما رو خوش آمدید عرض میکنم به ادامه برنامه عصر عریوا و در این قسمت احمد مزمل جان صمدی، یکی از دانش آموزان بسیار موفق، مهمان برنامه ما هستن. انشالله که بیننده باشین و صحبت های مزمل جان رو بشنوید. مزمل جان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به شما. بسیار تشکر. مزمل جان عجیب بگو برای ما که صنف چندم هستی و چندم نمره؟ من صنف پنجم هستم، یعنی اول نمره هم هستم. بسیار عالی، نام خود اول نمره صنف هستی؟ بله. بزید پنج سال، چند سال اول نمره بودی؟ از اون صنف اول تا اون صنف پنج اول نمره بودم. نام خدا، ماشاءالله، آفرین. کی بیشتر با درس ها خودتو همکاری میکنه مزمل جان که میتونی خوب بدرخشی؟ معلم هم و خوده پدر جان و مادر جان بیشتر در درس ها خودم کمک میکنم. بسیار عالی، تشویق میکنن طور که بیشتر درس بخونی، درسته؟ بله. در کنار درس های مکتب با خانواده هم همکاری میکنی مزمل جان یا نه؟ بله ها، کم کم. مثلا چه کار میکنی؟ مثلا سودا خونه میخرم و بگم ایت کار که بگم میکنم. هر کار که در توان تو باشه و بگن فارغ باشی و کار رو انجام میدی؟ بله. خیلی عالی. خواهر برادر از خود بزرگترم داری یا کوچکتر؟ بزرگتر ندارم، بزرگ خود منم، دید تا خواهر خوردم دارم. خیلی عالی. با اونا هم حتما دیگه وقت فراغت با اونا هم بازی میکنی؟ بله. خیلی عالی. مزمل جان دوست داری بعد از اینکه مکتب رو تمام بکنی چه کاره بشی؟ دکتر باشم که در آینده مسیر خدمت به جامعه خوب باشم. آفرین، انشالله که حتما موفق باشی. کدام شعر و تحفه هم داری به برنامه خیر؟ بله، یک شعر تحفه بیاوردم. بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. خاتم ملک و سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم، آدم خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم. نام خدا، آفرین، ماشاءالله. به شعر و دکلمه اینا هم علاقه داری مزمل جان یا نه؟ بله کامل. چقدر علاقه داری؟ 50%. 50%. 50% دیگه به چی علاقه داری؟ 50% دیگه به درس و تعلیم و اینا. خیلی عالی. در کنار کتاب‌های درسی مکتب، کتاب قصه ها و یا هم کتاب‌هایی که خودت میتونی مطالعه بکنی میخوانی یا نه؟ بله، کتاب قصه، کتاب دینی و اینا رو مطالعه میکنم. خیلی عالی. مثلا چه کتاب‌هایی خواندی تا فعلا؟ مثلا تا فعلا کتاب‌های دینی، کتاب قصه و اینا و خوندم، مطالعه کردم خود غیر از کتاب های مکتب. خیلی عالی، یعنی در کنار درس های مکتب کتاب های بیرونی هم مطالعه میکنی؟ خیلی عالی. در بخش کتاب های دید مثلا چی نوع کتاب های خوندی؟ چی یاد گرفتی از کتاب ها؟ کتاب های دینی بخونم که یعنی یاد گرفتم نماز خوندن و قرآن خوندن و ایمان آوردن به الله و امینا رو یاد گرفتم. خیلی عالی، آفرین. در کنار باز همین همه مصروفیت ها دارالافاضه هم میری برای فراگیری درس دینی قرآن کریم یا خیر؟ بله. چی میخوانی به دارالافاضه؟ به دارالافاضه تجوید میخونم. از سیپاره شروع کردم تا خلاص کردنی هم بخوندم. حالا قرآن کریم به تجوید دیگر میکنم. آفرین. نام خدا، جز چندم هستی؟ جز سوم. نام خدا، خیلی عالی. خب پیش رفتی. با دوستا هم همکاری میکنی در مکتب همراهی از اونا در قسمت درس های خیر؟ بله. مثلا کدام مضمون ها بیشتر دوست داری که برای از اونا یاد بدی؟ ریاضی و دری. ریاضی و دری. به ریاضی خیلی علاقه داری؟ بله. آفرین. یکی از مضمون های نسبتا مشکل در دوران مکتبه که اکثرا دانش آموزا هم امکان داره با ریاضی مشکل داشته باشن، درسته؟ برام خیلی آسونه. خیلی آسونه. خب دلیلم اینه که بیشتر تمرین کردی، درسته؟ به خانه هم درس میخوانی؟ بله. بعضی از همسینشو خب شاید تو متوجه شده باشی که فقط درس رو به مکتب میخوانن، به خانه نمیخوانن، درسته؟ بله، یک به تصنیف میخوانن، به خانه دیگه با بازیه. به خانه بازی میکنن. بله. و همینه که دیگه امکان دارن ناکام بشن و یا هم نمره پایینی بگیرن. چه گفتنی داری باز اونا که اونا هم درس رو به خانه بخونن یا نه به مکتب برای اینا برسه؟
گفتنی ما برای از اونها اینه که وظیفه پدر مادر نویه باید پدر مادر نویه اونها رو به توی علم و دانش همی راهنمایی کنه تا پسر هم برای هم سینفی هم و هم سنده سال هم در آینده هم از سر خدمت به جامعه خوب باشم اونا بیتر ها که به سینف هم بخونم به خونه خواهم که هستم بخونم بزی و بزی بیشی نکنم. آفرین. یعنی در کناری که درس ها معلم و یا هم استاد من حیث یک راهنما درس میده برای از اونا باید در خانه پدر و مادر هم اونا رو تشویق بکنن، انگیزه بدن تا اونا هم درس بخونن. بله. مزمل جان چی تفریح و یا هم چی بازی رو بیشتر دوست داری؟ تفریح و بازی مثلا وقتی که فارغی میخوای بازی بکنی کدو بازی رو دوست داری؟ موبایل رو دارم بازی کنم. خب یعنی با گیم علاقه داری؟ بله. با همسینفی ها و دوستا خوب هم بازی میکنی؟ بله. مثلا چی نوع بازی ها؟ مثلا دم تفریح که میشه گرگک بازی هم گرگان و اینا بازی میکنم. آفرین، خیلی عالی. چند تا دوست صمیمی داری مزمل جان؟ خودم هم سینفی ها خونه دوست صمیمی هم فرق نداره. باز کدام یکر بیشتر دوست داری؟ دوتا ستا بیشتر. نام اینا چیه؟ نام اینا یک احسان، ایدریس، حبیب. خیلی یعنی بیشتر باز با اینا طبعتو خوب میگرده. خیلی عالی. یعنی در مکتب هم که با اونا هستی بیرون از مکتب یعنی نزدیک خانه هم با اونا بازی میکنی یا نه فقط در داخل مکتب؟ نه فقط در داخل مکتب خاطر خونه ها از اینا تا ما فرق داره. زوره ها؟ بله. خیلی عالی. مزمل جان بعضی از همسینفیات امکان داره که از به این فکر باشن که درس که میخوانن یاد نمیگیرن. آیا تو هم موافقی اگر آدم بیشتر تمرین بکنه فکر نمیکنه که درس رو یاد بگیره یا نه با یک بار خوندن یاد میگیره درس؟ با بیشتر خوندن یاد میگیره. آدم که یک دفعه بخونه یک دفعه یاد میگیره، بیشتر بخونه بیشتر درس رو یاد میگیره. آدم اگر اونور درسی که میخونه بیشتر بخونه بیشتر تمرین کنه که یاد بگیره. بله. مثلا خودت مضمون ریاضی رو هر سوال چند بار تمرین میکنی؟ 3 بار 4 بار تمرین میکنی. یعنی با یک بار که یاد نمیگیره؟ نه، یک بار هیچ کس یاد نمیگیره. خب باز در این قسمت که بیشتر خودت تو همکاری میکنه، سوالاتی که یاد نداری نزد کی میری که رو تو یاد بدن؟ پدر جان و مادر جان. با تو همکار هستن؟ بله. درسته؟ شده بعضی وقتا سر از اونا شلوغ باشه و تو هم رفته باشی که از اونا سوال داشته باشی و بعدن نخواسته باشن که همون لحظه تو همکاری بکنن یا نه؟ همیشه نه. وقت با دید باز خودت همکاری میکنن؟ با دید باز همیشه وقت خودم همکاری میکنم. هیچ وقتی که نشده که بگم خودم کار کنم بدم نین آل کار دارم. خیلی عالی. تا سنف چند معمولا املا برای شما میدادن که نوشته بکنین؟ تا سنف چار. یعنی سنف چار حتما به خانه هم برای شما موضوع میدادن که املا بنویسن. بله. درسته؟ باز کی برای تو املا میگفت؟ باز املا فرق نداشت، هر وقت که پدر جان مفارق بودم پدر جان و مادر جان مفارق بودم مادر جان. خیلی عالی. به املا چگونه هستی؟ خوبی؟ بله. املا تو خوبه؟ بله. خیلی عالی. آفرین، انشالله که موفق باشی. مزمل جان آرزوی موفقیت های بیشتر دارم برای خودت. امیدوارم در تمام عرصه‌های زندگی و تمام اهدافی که داری برسی و موفق و پیروز باشی. همچنین خدا شما همچنین. یک پیام با هم سنده سالا خود دارم که احترام پدر مادر خوب بیشتر داشته باشم. بله. و درس و تعلیم خوب بیشتر بخونم که در آینده مستر به خدمت به جامعه خوب باشم. آفرین. گفتی که باید احترام به پدر و مادر خود داشته باشن، چقدر نیازه، چقدر مهمه برای اشخاصی که بالاخره یک طفل را از کودکی پرورش میدن، چقدر مهمه که برای از اونها احترام بگذاریم در هر شرایطی؟ در هر شرایط خیلی مهمه که برای ناتون بذاریم، چرا که برای ما یاد دادم درس. بله. دادم ما کلون کردم، مگر ما برای نو احترام بگذاریم، خصوصا پدر جان و مادر جان. خب بله، از همه مهمتر پدر جان و مادر جان هستن که زحمت زیاده میکشن. بله. و ای که باید در هر حال اونا رو درک بکنیم، اگر کدام وقتی امکان داره اعصاب از اونا خراب باشه و هم درگیر باشن اونا رو درک بکنیم و کوشش بکنیم با اونا بیشتر همکار باشیم. بله. آفرین. مزمل جان باز هم کدام تحفه داری یا خیر؟ یک سوری هم تحفه دارم. بله حتما بفرما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تدليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاك الله، ان شاء الله که موفق باشی. و اینکه کدام پیام و گفتنی هم داری یا خیر؟ پیام و گفتنی رو به همسین ده سالم اینه که درس خود بیشتر بخونم که در آینده مستر به خدمت به جامعه خوب بشم. بسیار تشکر. بسیار تشکر از مزمل جان صمدی از اینکه مهمان برنامه اسفری بود. تشکر از شما و برنامه زیبای شما و بینندگان عزیز. سلامت باشید. بیننده های عزیز، لحظات اخیر برنامه امروز هست و ناگزیریم از حضور شما خوبان مرخص بشیم تا برنامه بعد. خداوند یار و نگهدار شما باد.